ریشه های خیانت در اندیشه تشیع. تشیع در برابر اهل سنت و جماعت یک مذهب نوظهور و بدعی به شمار می آید که از نظر نصوص اعتقادی مانند دیگر مذاهب ساختگی بر پایه های سست و پوشالی بنا شده است. آیت الکرسی علت تنزیل که مرحوم مقدس قمی نقل کرده، نمیخواسته بگه تو قرآن اینجوری بوده، بعد اومدن تحریف کردن. علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله 17000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه یک سوم قرآن، یعنی قرآن سه جلدی بوده آقا. الان دست ما چیه آقا؟ یه جلدیشه، قرآن دست ما. سستی و بی اساس بودن عقاید ساختگی آخوندها که غالب آن بر پایه‌های تحریف آیات قرآن یا روایات جعلی و انتساب آنها به امامان اهل بیت و موضع گیری ها و مصالح سیاسی شکل گرفته است، این مذهب را در برابر اهل سنت و جماعت که پایه های مذهبیش بر اساس نصوص محکم قرآن و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم بنا شده، بسیار شکننده و نامطمئن کرده است. علاوه بر این، جمعیت بسیار اندک این فرقه در برابر عموم مسلمانان زمینه را برای سوء استفاده مخالفان اسلام از آنان فراهم ساخته تا آخوندها و مراجع تقلید برای بقای مذهب سست و پوشالی خیش و حفظ طرفداران اندک خود در دام و یا بهتر بگوییم در خدمت دشمنان اسلام قرار گیرند. آخوندها به ویژه مراجع تقلید و سران آنان از آغاز پیدایش این مذهب تا کنون در مسیر پرپیچ و خم تاریخ بارها اثبات کرده اند که برای رسیدن به قدرت، ماندن بر سر حکومت یا مصالح مذهبی خود به راحتی می توانند به جامعه بزرگ اسلامی و اکثریت مسلمانان که همان اهل سنت و جماعت می باشند خیانت کرده و با دشمنان الله و رسولش علیه اهل سنت هم پیمان شوند. کارنامه آخوندها با تفکرات و گرایش‌های مختلف در طول تاریخ به روشنی این حقیقت تلخ را نمایان ساخته که خیانت به عموم مسلمانان یکی از روش‌های اصلی آنها برای باقی ماندن بر اریکه قدرت است. خیانت‌های شیعیان کوفه به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، خیانت وزرای شیعه به خلافت عباسی، خیانت به صلاح الدین ایوبی فاتح قدس، خیانت به سلاطین سلجوقی و دولت عثمانی و خیانت به مردم ایران، سوریه، عراق، یمن، بحرین و حرمین شریفین در تاریخ معاصر تنها بخشی از کارنامه ننگین پیروان این مذهب به عموم مسلمانان می باشد. خیانت هایی که به قیمت خون هزاران و بلکه میلیون ها مسلمان در سراسر سرزمین های اسلامی منجر شده و دست های بیگانگان را برای چپاول خون، ناموس و اموال مسلمانان باز گذاشته است. آمار
آمادگی پیروان تشیع برای خیانت امری گذرا و اتفاقی نبوده که از سلیقه شخصی برخی از سردمداران شیعه نشأت گرفته باشد، بلکه دارای ریشه‌های مذهبی و تاریخی است که در اینجا به مهمترینشان می‌پردازیم. تکفیر اکثریت مسلمانان. شیعیان و به ویژه 12 امامی‌ها سایر مسلمانان را کافر می‌دانند. علما و مراجع شیعه در کتاب‌های اصلی این مذهب به صراحت اعلام کردند که هر کس ولایت یکی از امامان را انکار کند کافر است، چرا که امامت اصلی از اصول دین بوده و هر کس اصلی از اصول دین را انکار کند قطعاً مسلمان نبوده و کافر است. ابن بابویه قمی ملقب به صدوق در کتاب رسالت الاعتقادات میگوید: ما بر این اعتقاد هستیم که هر کس امامت امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب و امامان بعد از او را انکار کند، مانند کسی است که نبوت همه پیامبران را انکار کرده است. همچنین ما بر این باور و اعتقاد هستیم که هر کس امامت امیر مؤمنان را قبول داشته باشد ولی امامت یکی از امامان بعد از او را انکار کند، مانند کسی است که نبوت همه پیامبران را قبول داشته باشد و نبوت پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار کند. همچنین صدوق در روایتی که به امام صادق نسبت می‌دهد می‌گوید: کسی که آخرین نفر ما را انکار کند مانند کسی است که اولین نفر ما را انکار کرده است. او در ادامه حدیثی را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت می‌دهد که فرموده است: امامان پس از من 12 نفر می‌باشند. اولین آنان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرینشان قائم یعنی مهدی است. اطاعت از آنان اطاعت از من است و سرپیچی از آنان مانند سرپیچی از من می باشد. هر کس یکی از آنان را انکار کند قطعاً مرا انکار کرده است. این روایات را علامه شیعه محمد باقر مجلسی نیز در کتابش بهار الانوار از صدوق نقل کرده است. ابن مطهر حلی که نزد شیعیان به علامه مطلق شهرت دارد، در کتابش الالفین فی امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میگوید: امامت لطف عام و نبوت لطف خاص است، زیرا امکان نبودن پیامبر زنده در بعضی از زمانها وجود دارد، برخلاف امام، و انکار لطف عام بدتر از انکار لطف خاص است. و سخن امام صادق که گفته است او بدتری نشانه است به کسی اشاره دارد که از اساس منکر امامت است. شیخ و محدث شیعه یوسف بهرانی در کتاب الهدایق الناظرت میگوید: ای کاش می دانستم چه تفاوتی وجود دارد میان کسی که به الله سبحانه و تعالی و رسولش کفر می ورزد و کسی که به امامان علیهم السلام کافر شده است، در حالی که به اثبات رسیده که امامت یکی از اصول دین اسلام می باشد. ملا محمد باقر مجلسی که القابی مانند علامه، حجت و فخر امت را با خود به یدک می کشد، در کتاب بهار الانوار می گوید: بدان که اطلاق لفظ کفر و شرک بر افرادی که به امامت امیرالمؤمنان و امامان بعد از او اعتقادی ندارند و دیگران را بر آن ترجیح می‌دهند، بیانگر این است که این افراد برای همیشه در آتش جهنم می‌مانند. ابوالقاسم خویی که یکی از بزرگترین مراجع جهان تشیع می‌باشد و درجه آیت الله عظمی دارد، در کتابش مصباح الفقاهت فی المعاملات میگوید: بلکه هیچ شبهه‌ای در کفر آنان یعنی مخالفان وجود ندارد، زیرا انکار ولایت امامان حتی یکی از آنها و اعتقاد به خلافت دیگران و باور به عقاید خرافی مانند جبر و همانند آن باعث کفر و زندیقی میشود و روایات متواتر و ظاهر بیانگر کفر منکر ولایت می باشد و اینکه هیچ پیوند برادری و عصمتی میان ما و مخالفان وجود ندارد.
اعتقاد به اینکه اهل سنت دشمنان اهل بیت می باشند. یکی از خطرناکترین باورهایی که آتش خیانت را در دل پیروان آخوندها شعله‌ور ساخته است، اعتقاد به این تفکر نادرست است که اهل سنت دشمنان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشند. در نتیجه تشیع نسبت به اهل سنت کینه و دشمنی و بغض در دل می پرورانند، چرا که از نظر آنها اهل سنت دشمن و بلکه بدترین نوع دشمن اهل بیت می باشند و به همین دلیل نام اهل سنت را نواسب گذاشتند، یعنی کسانی که دشمنی با اهل بیت را اساس کار خود قرار داده اند. علمای شیعه بسیاری از فرقه های اسلامی را لعن و تکفیر می کنند، به ویژه اهل سنت را گاهی ناسبه و گاهی مرجع لقب می دهند. شیخ عالم و محقق شیعه حسین ابن شیخ محمد آل عصفور بهرانی در کتابش المحاسن النفسانیه فی عجوبت المسائل الخراسانیه می نویسد روایت های امامان علیه السلام فریاد می زنند که ناسبی همان کسی است که نزد آنان سنی خوانده می شود و هیچ بحثی در این نیست که مراد از ناسبی همان اهل سنت می باشد. علی آل محسن یکی دیگر از علمای شیعه در کتابش کشف الحقائق می گوید و اما در میان علمای اهل سنت ناسبیان فراوانی وجود دارد که ابن تیمیه، ابن کثیر دمشقی، ابن الجوزی، شمس الدین ذهبی، ابن حزم اندلوسی و دیگران جزو نواسب به شمار می روند. علامه شیعه محسن المعلم در کتابش النسب والنسائب تحت عنوان النواسب فی العباد اکثر من مئتی ناسب، بیش از 200 ناسبی، بسیاری از صحابه و علمای اهل سنت را جزو نواسب شمرده است که برخی از آنان عبارتند از عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق، عثمان ابن عفان، ام المؤمنین عایشه، انس ابن مالک، حسان ابن ثابت، زبیر ابن عوام، سعید ابن مسیب، سعد ابن ابی وقاص، طلحه بن عبیدالله، امام اوزائی، امام مالک، ابو موسی اشعری، عروه ابن زبیر، امام ذهبی، امام بخاری، امام زهری، مغیره ابن شعبه، ابو بکر باقلانی، شیخ حامد الفقیر رئیس انصار المحمدیه در مصر، محمد رشید رضا، محب الدین خطیب، محمود شکری آلوسی و بسیاری دیگر. لعنت امت اسلام. لعنت امت اسلام و تکفیر آنها امری است که در کتاب‌های شیعه مشهور است. از این روست که زیارتنامه های شیعی خالی از لعن این امت نبوده و آخوندها و مراجع تقلید همواره این لعن و نفرین ها را زمزمه می‌کنند. به عنوان مثال در زیارت امیرالمؤمنین می‌گویند لعنت خدا بر امتی که با تو مخالفت ورزید و امتی که ولایت تو را انکار کرد و امتی که علیه تو قد علم کرد و امتی که از تو منحرف شد و تو را خار کرد و یاری ننمود. سپاس خدایی را که جایگاه آنها را دوزخ قرار داد که بدترین جایگاه است و آنها بدترین وارد شدگان به آن هستند. اینها صرفاً گوشه های بسیار اندک از لعن و نفرین هایی است که ورد زبان آخوندها و پیروانشان می باشد. واقعیت این است که این عبارات تأثیر ژرفی بر درونشان گذاشته و خشم و کینه از امت اسلام و دین را در درونشان شعله‌ور ساخته و نهادینه می کند. اعتقاد مباح بودن جان و مال اهل سنت و نجس بودن آنان. قتل انسان یکی از بزرگترین گناهان در شریعت اسلامی به شمار می آید و به هیچ انسانی اجازه داده نشده خون دیگری را بریزد، حتی اگر کافر هم باشد، مگر در موارد خاصی که شریعت اجازه آن را بدهد، مانند قصاص یا در هنگام جنگ.
با این وجود بسیاری از آخوندها و مراجع تقلید جان و مال اهل سنت را مباح اعلام کرده و به ریختن خون آنها فتوا دادند. ابن بابویه قمی ملقب به صدوق نزد شیعیان در کتابش علل الشرائع از داوود ابن فرقد روایت می کند که از ابو عبدالله پرسید نظرت در مورد کشتن ناسبی یعنی سنی چیست؟ ابو عبدالله جواب داد خونش حلال است ولی نگران تو هستم، اگر توانستی دیواری بر او خراب کنی یا در آب غرقش نمایی همین کار را انجام بده تا کسی علیه تو گواهی ندهد. پرسیدم درباره مالش نظرت چیست؟ گفت تا می توانی اموالش را تصرف کن. قابل یادآوری است که این روایت را شیخ شیعیان حر عاملی در وسائل الشیعه 13 و نعمت الله جزائری در انوار النعمانیه 14 نیز روایت کردند. در روایت دیگر یکی از شیعیان در بیان اینکه چگونه توانسته است تعدادی از مخالفین خود را بکشد برای امامش میگوید برای کشتن برخی از آنها با نردبان از دیوار خانهشان بالا رفتم و برای کشتن برخی دیگر شبانه در خانه هایشان رفته و صدا می زدم. هنگامی که از خانه بیرون می آمدند آنان را می کشتم. بعضی اوقات هم هنگامی که یکی از آنان را در راه تنها می یافتم به قتل می رساندم. وی می گوید بدین صورت 13 نفر را کشتم، چون بر این باور بودم که آنان علی را دوست ندارند و از او بیزاری می جویند. آخوند نعمت الله جزائری می گوید در روایات آنها آمده که علی ابن یقطین که وزیر هارون الرشید بود گروهی از مخالفین خود را زندانی نمود و به خدمتکارانش دستور داد تا سقف زندان را روی سرشان خراب کنند. بدین ترتیب همه آنها که تعدادشان نزدیک به 500 نفر بود کشته شدند. سپس برای رهایی از خونبهای آنها نامه‌ای به امام و مولایش کاظم می نویسد. ایشان در جواب نامه او می گوید اگر پیش از کشتن آنها به من خبر می دادی و اجازه می گرفتی هیچ خونی بر گردن تو نبود، اما چون بدون اجازه چون این عملی را مرتکب شده ای باید در مقابل هر مردی یک رأس گوسفند نر را به عنوان کفاره پرداخت کنی، هرچند که یک رأس گوسفند از آن یعنی مقتول بهتر است. در برخی روایات شیعه آمده آن گونه که از اهل ذمه جزیه پذیرفته می شود از ناسبی ها پذیرفته نمی شود، زیرا هنگامی که از امام جعفر در مورد وضعیت اهل ذمه در دولت قائم سوال شد جواب داد مهدی مانند رسول خدا با آنها سازش می کند و اهل ذمه با ذلت جزیه پرداخت می کند. اما در مورد دیگر مخالفین رافضه گفت مخالفان در دولت و حکومت ما بهره‌ای نخواهند داشت، در زمان قیام قائم خداوند خونشان را برای ما حلال خواهد کرد. درباره نجس بودن اهل سنت نیز مرجع شیعیان میرزا حسن حائری احقاقی در کتابش احکام شیعه نجاسات را 12 مورد دانسته که از جمله آنها کفار و سپس نواسب را به عنوان یکی از شاخه های کفار ذکر کرده است. اعتقاد به حرام بودن جهاد پیش از ظهور مهدی. خطر این اعتقاد خطرناک زمانی بیشتر آشکار می شود که امت اسلامی در برابر دشمنان خود قرار گرفته و در وضعیت سختی قرار دارد. در این هنگام است که شیعیان به جای شرکت در جهاد و دفاع از سرزمین های اسلامی نه تنها با دشمنان به جنگ نمی پردازند، بلکه برای حفظ خود همانند منافقان با دشمنان هم پیمان شده و پشت امت اسلام را خالی می کنند. کتاب های شیعه مملو از روایاتی است که این اعتقادات را ترویج می دهد. عنوان مثال محمد ابن یعقوب کلینی بزرگترین محدث شیعه در کتابش کافی از ابو عبدالله به دروغ روایت کرده که می گوید هر پرچمی که پیش از
قیام قائم برافراشته شود، صاحبش طاغوتی است که به جای الله متعال عبادت می شود. طبرسی یکی دیگر از محدثان مشهور شیعه نیز در کتابش مستدرک الوسائل از ابو جعفر علیه السلام روایت کرده که گفت مثال هر یکی از ما اهل بیت که پیش از قیام قائم قیام کند همانند جوجه است که از لانش بیرون افتاده و کودکان با آن بازی می کند. باید دانست که آنچه ذکر گردید یک مشت از خروارها بغض پراکنی علیه امت اسلامی در کتابهای آخوندها و مراجع تقلید می باشد. همین اعتقادات باطل و روایات دروغین منسوب به اهل بیت است که آخوندها و پیروانش را به دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین تبدیل کرده است. تا جایی که تقریبا تمام جنگ هایشان در طول تاریخ علیه مسلمین بوده و هر وقت فرصتی پیدا کرده اند از ضربه زدن به اسلام و مسلمین دریغ نورزیده اند و تاریخ گذشته و عصر حاضر آنان بهترین گواه بر